آها، یه چیز خیلی مهم تو تریدینگ ویو هست. شما میدونید که اکثر، اولا که رو بلاک چین به خاطر ترانسپرنت بودن تمامی اطلاعات از جمله تراکنش ها، حجم تراکنش ها، زمانشون، میزانشون، مقدارشون بین حالا صرافی، بین کیف پول و و و که همه این اطلاعات در شبکه موجود هست، یه قابلیتی وجود آورده برای دوستانی که ویل کلنگ میفروشن، همون گلد راشیایی که گفتم، میان خدمات مشاوره مدیریتی میدن، گزارش های مشاوره مدیریتی میدن. و این به چه صورتیه؟ میاد میگه شما میتونید مثلا از خدمات رایگان من استفاده کنید، 1 2 3 4، همین مثلا MVRV رو بهتون گفتم جلسه پیش، MVRV لایوش به دردتون میخوره ها، نه دیتای با مثلا لگ 1 ماهه، لگ 1 هفته. خب معلوم اینجوری آدم میره تو در دیوار، یعنی اشتباه معامله میکنه. به همین خاطر مجبوری که شما یه سری اینا رو خرید کنید. اولین مشکلی که ماها با هم با این سایت ها برخورد میکنیم سیستم های پرداخته، و خب خدا رو شکر همه چی روی ما بسته است. بعد دنبال راهکارهای جایگزین بگردیم. یه راهکار جایگزین باحال داره که من امروز بهتون یاد میدم. خیلی قشنگ میتونید شما خرید انجام بدین، شارژ بکنید در این اکانت ها رو. احتمالاً شاید کسی توی این گروه باش مواجه شده باشه، اما امثال این سایت ها زیاده، مثل سایت پی 24، عرض شود که ایرانی کارت، افراک، اینا وبسایت هایی هستن که خدمات مالی بر حوزه این جور وبسایت ها میده. اکس کوینو، بله من باهاشون کار نکردم، یعنی حالا الان بازش میکنیم نگاه میکنیم. اینا خیلی کار ساده ای رو فقط باید توش انجام بدیم و با هم این رو میبینیم امروز. خب من یه لحظه این استوپش کنم. این چیزی که کار کردین رو میشه من میکروفونتون رو باز کنم، تجربتون رو با دوستان بهش اشتراک بذارید. اگر این رایز هند رو بزنید بغل دوربین وسط صفحه بالا، من میکروفون شما رو باز کنم. آقای حاجیان اگر اشتباه نمی کنم. خب هر موقع میکروفونتون مشکلش حل شد خوشحال میشیم تجربتون رو با ما به اشتراک بذارین، یا اگر کسی دیگه از دوستان این تجربه رو داره زحمت میکشین به ما این اطلاعات رو منتقل بفرمایید. میبینن دوستان صفحه اسکرین منو؟ خب ایرانی کارت رو همینطوری ایرانی کارت درج بکنید. متشکرم، بله متوجه شدم، بسیار هم عالی. یه همچین صفحه میاد، توی این صفحه یه اکانت باید درست کنید. ببینید میاد خدماتش چیه، مثلا ویزا کارت کلاسیک و کارت هدیه ویزا و مستر کارت و کارت گلد، خدماتی که ارائه میکنه، حساب پیپال باز میکنه و کیف پول پیپال براتون فراهم میکنه، خریده اکانت پریمیوم آی ام دی بی و مثلا ام کیو ال 5. میدونید ام کیو ال چی هست؟ دوستانی که در کلاس حضور دارن اصلا با MQL کار کردن؟ ببینید نرم افزار MQL یعنی اون پلتفرمی که باش میتونیم کار، MQL نام داره، میتونیم باش کار بکنیم. به ما این فرصت رو میده که ربات اختصاصی خودمون رو طراحی کنیم بر اساس الگوریتم معاملاتی خودمون. بله زبان متاتریدر هست و شما میتونید ازش برای تهیه ربات خودتون، الگوریتم معاملاتی خودتون استفاده کنید. بچه های فارکسی روش خیلی مشغول و درگیرن که شما اینجا میتونید شارژ اکانت MQL بخرید، مدل سبودی، حالا این دیگه خدمات دیگه هست، شماره تلفن مجازی، آلبوم موسیقی، ساند کلود و دیگه گوگل پلی و آیتیون و زوم که اینایی که خب حالا نتفلیکس هم میبینید خرید اکانتش هم مهیا هستش، ازش میتونید استفاده کنید. و حالا من میخوام وارد شم، وارد این سایت میشم، من آدرس اینو اینجا برای شما بنویسم،
اگر دوست داشتید. این فقط مثال، هیچ تأکیدی هم نیست، میتونید با هر جا که دوست داشتین کار کنید. خدمتتون عرض شود که نام کاربری اشتباه. Forex Strategy Builder is a good software for design and optimize strategy. بله بله، بچه که فارکس کار میکنن براشون اون میتونه خیلی کمک بکنه به عنوان یک ابزاری برای معامله کردن. اصلا فارکس بدون اون به نظر من شوخیه. فارکس بدون این ابزارهای استراتژی برای معاملات بس اصلا شوخیه، اونم تو اون بازاری که اینجوری اینجوری خرید و فروش میشه. ببینید، من یه اکانت ساختم به نام خودم هست، اومدم توی این صفحه، همونطور که میبینید یه سری اطلاعات کاربریتون نمایش داده. لجر مثلا کیف پول برای خرید لجر هم میتونید ازش استفاده کنید، بیت کوین هم میتونید بخرید، پرداخت در سایت های خارجی، افتتاح حساب، سریال نامبر، نرم افزارها و بازی ها، مستر 48 یورویی هم بهتون میده با یه تخفیفی. خب بریم اینجا خرید، ارشد که پرداخت در سایت های خارجی، من اینو ثبت میزنم، مثلا ثبت سفارش میخوام بکنم. ما تو اون لیستی که دیدیم هیچ کدوم از موارد مربوط به سایت تریدینگ ویو نبود. من وبسایت تریدینگ ویو رو بیارم، تریدینگ ویو، وبسایت تریدینگ ویو که قبلا با هم صحبت کردیم، نمیخوایم بریم زیر روش رو بررسی بکنیم. قبلا من لاگین کردم با عنوان کریپتو فاندر و همونطور که میدونید ما توی این سایت کلی اطلاعات داریم که میتونیم ازش استفاده بکنیم، از جمله اطلاعات مرتبط با مثلا کریپتو، رمز ارزها، اطلاعات فارکسی، اطلاعات کامودیتی. و خب به خاطر نوع خدماتی که این سایت میده خیلی خیلی با ارزش هست. من میخوام سی روز ترایال دارم که میتونم ازش استفاده کنم، میخوام پلنمو پولیش کنم. روی استراتژی ها که میخوام طراحی کنم سه تا به من بیشتر اجازه نمیده اندیکاتور استفاده کنم همزمان. خب پس یه محدودیته. یک سری ابزارهای دیگر که میخوام استفاده کنم با محدودیت مواجه. ببین اینجا نوشته که تاپ فیچرهایی که بهم میده everything in basic and plus، 5 تا ایندیکیتور میتونم کار کنم، 2 تا چارت توی صفحه داشته باشم، 10 تا سرور سایت الرت برای خودم ست بکنم. یعنی اینکه اینا هستش، مثل ریمایندرا که برای خرید و فروشه، برای این مسئله میتونم ازش استفاده کنم. و دیگه واش لیست برای خودم بذارم و کارهای دیگه. توی مدل بالاترش، یعنی تو مدل پروفیشنال پلاسش، 29 دلار و 95 سنت و میاد میگه که من 10 تا ایندیکیتور به جای این سه تا میدم، به 4 تا چارت بذار، 30 تا سرور الرت برای خودت ست بکن و ایندیکیتور های، حالا تو ایندیکیتور میتونی رو هم با هم تعریف بکنی و چارت دیتا اکسپرت هم اکسپورت هم داشته باشی، یعنی دیتاش هم بتونی بگیری بیاری دوباره حالا روش کار کن. تو پروفشنال، تو این دوتا پروفشنال پرو و پرو پلاسش، پریمیومش عددش خب خیلی بیشتره و فکر میکنم تعداد کاربرش هم 5x 4x more data chart، تعداد کاربرش هم باید متفاوت باشه. The complete package, the complete. حالا من نیاز دارم یکی از اینا رو استفاده کنم. فرض میکنیم من اول لاگین بکنم و اینا میتونه انوالی باشه یا مانتلی باشه، بعد توی سالانش یه تخفیف خوبی هم گذاشته. میام من روی حالت عادی میزنم try for free 30 days که خب مجانی داریم استفاده میکنیم الان. pay now رو میزنم برای همچین چیزی. ببینید این زیرش pay now، میخوام یکی از اینا رو بخرم.
ببینید من اوور توی این صفحه میگم توی صفحه مانتلیشو میخوام و هزینه کلی که برای من متصدر، اگر بخوام سالانه بگم همونجا هم دیدیم که، و اینکه میگه که شما این خدمات رو، حالا دیگه اینجا یه مقداری دیتا رو بیشتر توضیح، اون سرویس ها که میتونید بگیرید یعنی تحویل گرفتنی هاتون رو بیشتر توضیح داده، و نکس میزنم. حالا از من شماره کردیت کارت میخواد، پیپال میخواد و بقیه خدمات. من میتونم توی این سایت برم پیپال برای خودم درست بکنم و توی پیپال از طریق پیپال خودم اقدام کنم. میتونم هم بیام یه قدم عقبتر اینجا آدرس سایت مقصد رو بنویسم، نام کاربری خودم رو بنویسم، رمز عبورم رو بنویسم و اینجا یه توضیح بدم. مثلا من طرح 29 و 95 سنتیش رو میخوام، پروفشنال پلاسش رو میخوام و این پروفشنال پلاس هم همونطور که گفتم رو پین رو بزنید براتون داره توضیحات رو مینویسه که چقدر اطلاعات بیشتری رو، یعنی بازه های زمانی بیشتری در اختیارتون. اینجا هم که توضیح رو بنویسم و اینجا مثلا برای آپلود تصویر اگه چیزی هم میخواین اسکرین شاتی هم بگیرید اینجا زمینه میکنید و اگر کد تخفیفی هم از اینجا داشته باشین میزنید و میزنید برای بررسی. اینها به نیابت از شما با نام کاربریتون رمز عبورتون وارد این سایت میشن. شما ریال اینجا زدی و پرداخت دلاری رو انجام میده و بعد برات یه ایمیل میاد که من این کار رو برات انجام دادم. فقط زحمت این میمونه که شما یا قبلش برین ایمیلتون رو عوض رمز کاربریتون رو توی سایت مثل تریدینگ ویو یا هر سایت دیگه تغییر بدید، چون بعد رمز رو در اختیار اونا بذارید. بعد که این کار انجام شد برگردین به رمز دیفالت ذهنی خودتون یا برعکسش. به هر حال این یک راهیه که یه مقداری نگرانی های بابت استفاده غیر مجاز از این سایت خدای نکرده به حداقل ممکن کاهش پیدا کنه. پس به این طریق من تونستم این سرویس ها رو بگیرم. ببینید بازم دارم میگم ما بریم جلوتر، یه جاهایی هستش که شما نمیتونی بگی من سرویس حرفه‌ای میخوام از بازار بگیرم ولی پروفشنال نمیخوام بدم، اصلا شوخیه. به همین خاطر در نظر داشته باشیم ما برای این هم یک راهکاری پیدا کردیم مثل سایت های ایرانی کارت و الباقی سایت هایی که این خدمات رو به ما ارائه میکنن. من از صفحه خارج بشم دیگه، ما با این کاری نداریم. تریدینگ ویو هم حالا این توضیح رو که دادم دیگه، نکته دیگه خاص دیگه روش بود که خوام بگم، بحث تحلیل تحلیلگرانه که قبلا توضیح دادم، فقط یه بار اینجا بازش کنم. تا حالا این بازشه چی نوشته شده؟ گفته چرا جای مثل تریدینگ ویو دریافت از طریق بیت کوین نداره؟ اینا جای سوال واقعا.